درود ویژه دارم خدمت همه شما دوستان و عزیزان و سروران. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. امیدوارم صدا و تصویرم خوب باشه. یه آماری هم در توییچ به من بدید که صدا و تصویر چطوره. در بخش نخست برنامه امشبمون ما در ارتباط با مسئله پانتورکیسم دوباره باید یک صحبتی کنیم، به بهانه اینکه یک گروهک تروریستی و مسلح پانتورک رو گرفتن. و خب این قضیه خیلی قضیه یه، من دارم نگاه میکنم دوستان صدا و تصویر رو به من بگن چطوره، میگن عالیه، اوکی. و این خب خیلی سر صدا کرد، در اردبیل گرفتن یه گروهی رو گرفتن به نام چریک های فدایی ترک، خلق ترک، و اینها دستگیر شدن که ریشهشون برمیگرده به داستان پیشوری و اینا. این یک زنگ خطر خیلی جدیه برای ما که البته در کنارش هم میخوام در بخش دوم همین برنامه در مورد جریانات پانتورکیسم که دارن در خود حکومت و حتی در صدا و سیما، چون بابک نهرین دارن میان رشد و نمو پیدا میکنن، یک مقدار بیشتر صحبت کنیم. ببینید این قضیه رو نباید ازش به سادگی رد شد، به خاطر اینکه بحث مسلح بودن جریان پانتورکیسم در زمان محمد رضا شاه تمام شد دیگه، و خوشبختانه با سرکوب تروریست های پانتورک و فرار رهبر اونها جعفر پیشوری خائن به باکو، که بعداً دست رفقای خودش همین مردک جعفر باقروف اونجا کشته شد و در میدانی در باکو اومدن و با ماشین از روی این جعفر پیشوری رد شدن. و خب گروهک تروریستی اینها که به مدت 10 ماه آذربایجان از ایران جدا کرده بودن، جنگ جهانی دوم، خب اون کسانی که امروز میگن چرا جمهوری اسلامی در سوریه هست، واقعا اینا در محاق سیاسی هستن، چون تاریخ من نمیدونم چجوری خوندن. جنگ جهانی دوم که ما باز به مانند جنگ جهانی اول اعلام بی‌طرفی کردیم، به مانند جنگ جهانی اول ما بیشترین قربانی شدیم و بزرگترین قربانگاه جنگ جهانی دوم هم ایران شد و متفقین اومدن شمال و جنوب کشور رو اشغال کردن شوروی و انگلیس، و در این بحبوحه یه عده ساز جدایی رو با کمک گرفتن از شوروی و گرفتن تسلیحات نظامی از شوروی اومدن کلید زدن. آقای جعفر پیشوری در آذربایجان و آقای قاضی محمد در بخشی از کردستان ما به نام مهاباد، اینا وقتی که حتی اعلام خودمختاری میکنن با لباس کردی و آذری نمیکنن، یا حتی لباس ترکی که خودشون رو ترک پندارن دیگه. ما چیزی تو ایران به نام ترک نداریم، ما نژاد و چیزی که داریم قومیت آذری هست که دیگه اصل ایرانی هستن. اینا حتی با لباس آذری و لباس کرد نمیان اعلام خود مختاری کنن، با لباس ارتش شوروی این کارو میکنن، عکساشون موجوده. و زمانی که ارتش شاهنشاهی قصد میکنه که بره و آذربایجان رو نجات بده در سال آذر 1325 که اتفاق بزرگی بود، 21 آذر که واقعا یک روز بیادمندنی بود که ارتش شاهنشاهی بلند شد بره اونجا رو آزاد کنه، جعفر پیشوری حتی، چون اینا میگن آقا ما مثلا مدافعان خلق ترکیم دیگه، آقا میگیم مثلا آقا ترک وجود داره، خلق ترک هم وجود داره، شما هم مدافعان خلق ترکیم، اصلا بحثی نداریم، چرا شما نامه رو به یا درخواستتو از مردم آذربایجان نکردی که در برابر ارتش شاهنشاهی وایسه؟ آقای جعفر پیشوری نامه به روسی برای آقای استالین می نویسه. ببین اینا نامش موجوده، پاسخ استالین هم موجوده، اینا بحثای تاریخیه که الان موضوع بحث من نیست. یعنی میخوام بگم ته داستانهای خیانت ها، یعنی حتی اینا اون چیزی هم که خودشون میگن پایبندش نیستن، با لباس ارتش سرخ میان اعلام خودمختاری میکنن، میگن ما برای مردم آذربایجان این کارا رو کردیم، موقع خطر هم خودشون نمیان از مردم بخوان، بازم از یک دولت بیگانه میخوان. حالا بماند که مردم آذربایجان خودشون دمار از روزگار این جریان پیشوری در آوردن و بعدم که برای استقبال شاهنشاه بلند شدن رفتن و اینا، که دیگه داستانای تاریخیش مشخصه. یادی هم بکنیم از تیمسار از مارا که در این اتفاقات نقش موثری داشتن، یادی کنیم از جان باختگان ارتش شاهنشاهی در این داستان که حفظ مملکت کردن، حفظ آذربایجان کردن، که تمام وجود ما این آذربایجانه. خب بعد از این دوران کلن مبارزات مسلحانه در خطه آذربایجان تموم شد، ملغا شد دیگه، اصلا هیچ کس به دنبال مبارزات مسلحانه نمیره، تماما جریان پانتورکیسم در بازی تئوری و سیاسی وارد شد. حال چه اتفاقی افتاده
بعد از این همه سال از سال 1325 یک دفعه سپاه پاسداران در اردبیل، مشخصا اطلاعات سپاه حضرت عباس علیه السلام اینا در استان اردبیل، اعلام میکنن لیدر چریک های فدایی خلق ترک ما گرفتیم. چه اتفاقی افتاده از سال 1325 تا الان؟ چه اتفاقی افتاده این همه سال؟ چرا بایستی الان ما باید شاهد یه همچین نزدیک 70 خورده ای سال، 76 7 ساله ما دیگه شاهد مبارزات مسلحانه در آذربایجان نبودیم؟ خب این عوامل متعددی داره که در اینجا میخوایم این هوشیاریه بدیم. ببینید شما وقتی یه گروهی مسلح بشن، ولو به اینکه یه گروه کم و تعداد اندکی باشن، چون جندالله، چون همین افراد شرور و اشراری که در سیستان و بلوچستان ما دارن کار میکنن، سرویس های بیگانه میان و انواع اقسام کمک ها رو به اینا میکنن و یه گوره کوچک میتونه درد سرساز باشه. مگه کم جندالله باعث اذیت و آزار این مملکت شده؟ شما گروه های حالا تروریستی پانکورد رو دیگه نمیگن، مگه کم این گروه های تروریستی پانکورد دمار از روزگار این مملکت در تمامی این 100 سال در آوردن؟ در تمامی این 100 سال این جریان پانکوردیست داره خیانت میکنه. 100 ساله، امروز دیروزیست. از اون سیمیتقوه وطن فروششون بگیر که در ادامه شد قاضی محمد و بعدش قاسملو، اکنون هم که عبدالله مهتدی و مصطفی هجری و اینا که علنا هم اعلام کرد. مصطفی هجری همین دو سال پیش در مصاحبه با بی بی سی گفت آقا ما میخواییم از عربستان پول بگیریم. بارها هم در اقلیم کردی عراق اینا رفتن دستمال انداختن برای سعودیا تا بهشون پول بدن. خب حالا ما الان اجازه بدیم جریان پانترکیسم دست به اسلحه ببره، بشه یه چیزی مثل پانکوردیسم، یا جریان تضامن خلق عرب و جریانات الاهواز و ببینید چقدر مشکلات میتونن به بار بیارن در مملکت ما. چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق اینجاست که چندین جا بعد اینو بررسی کرد. وهله اول، ما در زمان شاه این جریانات کامل سر ببینید حکومت شاه هزاران ایراد داشت. ما که نمیخوایم دعوای لاف مله کنیم، ولی حکومت پادشاهی چون یه گفتمان ملی هم در کنار گفتمان غرب گدایی، در کنار حالا ژاندارم بودن برای آمریکا که اینا قابل نقده، قابل حمله کردن، حتی اینها رو نمیتونیم تایید کنیم، ولی آقا این ملی گرایی هم اون موقع بوده، حداقل یک ملی گرایی ظاهری. حالا ما نمیگیم ملی گرایی عمیق، حالا احتمال در جمهوری اسلامی یک ملی گرایی ذاتی وجود داره، ولی ظاهر هم خیلی مهمه. شما بهترین کالا هم باید یک دونه نمای زیبا بهش بدی، اینا یه حقایقه. شما الان میخوای بری بیرون یه خریدی که بکنی، حالا تو رو خدا بعضی از این دوستان مذهبی اینو با بحث حجاب یکی نکنن، چون دیدم دوتا شکلات گذاشتن مورچه ها رفتن رو اون شکلاتی که زرورق نداره حجاب و اینگونه تعریف کردن که رسما زنای ما رو کردن شکلات، ماها هم کردن مورچه و اینجور چیزا. نه ولی جدا یک کالا هم در خور یک پوشش و یک ظاهر مناسبی است. متاسفانه جمهوری اسلامی در این 40 سال این کارو نکرد. وقتی شما گفتمان ملی رو ضعیف کنی، محیط برای رشد باکتری تجزیه طلبی و قوم‌گرایی مهیا میشه. شما دیدی وقتی یه گوشتی رو از یخچال میذاری بیرون، اگر بهش نرسی این گوشت در اونجا باعث میشه که مگس و اینا همه جمع بشه، محیط آماده میشه برای ایجاد باکتری و مگس و همه اینا جمع شده. خب الان در همین اتفاق است. شما گفتمان ملی رو ضعیف، ما نمیگیم گفتمان اسلامی نشوشین، دعوای ما اینجا اینه که آقا گفتمان ملی باید وجود داشته باشه جریان پانترکیس جان نگیره، که گرفت. یکیش این بود، یه ما یعنی تضعیف گفتمان ملی حداقل در ظاهر، حداقل در ظاهر باعث رشد جر و پانترکیس امروز یک جریان جدی است. یعنی شما نمیتونید هی ما مثلا سالها داریم میگیم آقا اینا یه تعداد پانترکن فلانن پانگوشترازن، هی این حرفا رو میزنیم دل خون خودمون رو خوش کنیم، ولی این جریان کارش رسیده به اسلحه دست گرفتن و بحثای جدی‌تر و وارد میدان شدن. یک بخشش تضعیف گفتمان ملی است، بخش دیگرش نفوذ جریانات پانترکیس در حکومت فعلی است. حالا در اپوزیسیون که خب جریانات پانترکی کاملا قابل مشاهده هستن، در حکومت هم بودن، در حکومت الان بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس صدا و سیما که حالا بهش خواهیم رسید، بخش قابل توجهی در صدا و سیما نگاه های پانترکی دارن، حتی در بخش های امنیتی ما متاسفانه بعضی ها نگاه پانترکی دارن. امام جمعه که آقا نماینده خامنه ایست، نمایندگی رهبری رو داره در آذربایجان، نگاه های پانترکی داره.
شما دیدی شهردار اینجا، شهردار آذربایجان، با وقاحت در جلسه شورای شهر به ترکی صحبت میکنه. نماینده کرد میگه آقا جان من که گناه نکردم تو کردستان به دنیا اومدم، نمیفهمم این زبان ترکی رو، و خیر سرم منم نماینده این شهرم، بالاخره این شهر هم توش آذری داریم هم توش کرد داریم، حالا این آذریامون بعضیاشون خودشونو ترک پندار میدونن، بحث دیگه. این نماینده کرد داره حرف حساب میزنه، میگه آقا من نمیفهمم تو چی میگی، ما دیدیم چگونه تحقیرش کردن و اینا در حکومت ریشه کردن. شما نگاه کنید، حالا صحبت‌های این آقای بابک نهری رو میخوام بزنم، ولی در کنار اینهایی که گفتم که نفوذ پیدا کردن، جمهوری جعلی آذربایجان که بعد از فروپاشی شوروی تشکیل شد و اینم اشتباه دولت رفسنجانی، اشتباه کلیت جمهوری اسلامی بود که در اون مقطع اعتراض نکرد که آقا شما حق ندارید بالای رود ارس رو که نامش همواره اران بوده بذارید آذربایجان، چون شما اگر آذربایجان بگذارید فردا میخواید بگید ما آذربایجان شمالی، بخش جنوبی مون که پایین رود ارسه، اینا هم آذربایجان جنوبی هم، ماها از هم جدا شدیم، حق تعیین سرنوشت طبق سازمان ملل و اینا، ما میخواییم دوباره به هم برگردیم در چارچوب موازین حق تعیین سرنوشت و اصلا کشور تشکیل بدیم. ولی به این که الان شما میبینی این حرفا زده میشه در رسانه‌های مختلف، یه تعداد از آذریای ما خودشونو آذربایجان جنوبی میدونم، میگم میخوایم بریم به برادران خودمون مثلا یکی بشیم. حالا برید با برادران خودتون یکی بشید تا ببینید چه اتفاقاتی داره در جمهوری ضد انسانی باکو داره رخ میده که الهام علیوف دارید میبینید چی کار میکنه. خب اتفاقاتی که الان اینا دست به اسلحه بردن، شک نکنید بخشش کار الهام علیوفه، شک نکنید بخش دیگرش کار میت ترکیه است. میت ترکیه، سازمان اطلاعاتی ترکیه سالها دارن این کار رو میکنن. حالا از کجا دستور گرفتن؟ حتما گفتم بهتون تمام این مثلث عبری عربی غربی دشمنی با ما داره، ما در یک جنگ تمدنی بسیار عظیمی هستیم. دیروز در یک لایو اینستاگرام توضیح دادم، نمیخوام تکرار گویی کنم که حالا لایو اینستاگراممون ما در کانال دوم یوتیوبمون میذاریم، و گفتم جنگ تمدنی بزرگه. در این جنگ تمدنی جریانات ترکیه چون باکو و دولت آقای اردوغان، اینا عمل بنه های این مثلث عبری عربی غربی هست، و اینها سگ های درست ها یه جایی هم جفتک میندازن مثل یک خر برای آمریکا، که آمریکایی ها الان به همین اردوغان میگن آقا این شرور شده، این جزء اشرار داره قرار میگیره، شروره، یاقی، واژه یاقی دارن آمریکایی ها، میگن این یاقی شده، حرفای ما رو یه جایی گوش نمیکنه. آره اردوغان یه جاهایی بنابر اون ذاتش یک جفتکی هم برای آمریکایی‌ها پرت میکنه، ولی تهش اینا نوکرای آمریکا، و آمریکا از ما زخ خورده، از این مملکت زخ خورده. ایران بعد از انقلاب 57 یا حالا هر چی می‌خواید نامشو بذارید، خمینی درست یا غلط، دست آمریکا رو از این مملکت کوتاه کرد. اینا حقایق ایران امروز در روی کره زمین یکی از مستقل‌ترین کشورهای کره زمینه، با تمام ایراداتی که داریم بهش، ولی مستقله. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی شما مسئله بخواید عمیق نگاه کنید، اینجا به راستی باید به جمهوری اسلامی در این مورد باید دست مریزاد گفت که ایران واقعا مستقل کرده، توش اصلا ردخوری هم نداره، یعنی هیچ جای شبهه‌ای هم وجود نداره که ایران جز مستقل ترین کشورهای کره زمینه، اونم با توجه به پیشینه 300 سال مستمر. واژه مستعمره که درسته، ولی 300 سال میتونیم بگیم مستعمره ملایم ما بودیم، در دوران قاجار و دوران پهلوی درست رسما مستعمره نشدیم، ولی مستعمره ملایم بودیم و کلی از منابع این مملکت رو اومدن غارت کردن و اینا. خب اینا بهشون فشار میاد آمریکایی‌ها، و از طریق این افراد مثل جمهوری آذربایجان، که الان جمهوری آذربایجان مرکز صهیونیسته، یعنی اصلا این که ما میگفتیم آقا میخوان اسرائیل دوم را بندازن، چقدر هم سر صدا کرده بودیم اسرائیل دوم سر همین انتخابات غیرقانونی کردی عراق، دیدم که جنتی هم رفته بود توی مجلس، نمیدونم چه خبره تو کردستان عراق، ولی میگن اسرائیل دوم، و اون موقع ما کلی کیف کردیم چون این جمله اسرائیل دوم ما و دوستانمون خیلی زحمت کشیدیم جا بندازیم، ولی در حقیقت اسرائیل دوم دوستان بخشش داره در جمهوری جعلی آذربایجان رخ میده. شما به این شرکت‌های اسرائیلی دارن میان سرمایه گذاری میکنن در یک بخش فقیرنشین جمهوری جعلی باکو، و اونجا دارن در حقیقت برای خودشون
جاپا صفر میکنن، البته در قرقیزستان هم دارن این کارو میکنن، قزاقستان هم دارن میکنن، در خیلی قسمت ها دارن جریانات صهیونیست ورود پیدا میکنن، در جنوب افغانستان در بخش پشتون ها دارن میان و سرمایه گذاری میکنن اسرائیلیا، برنامه ها دارن، یعنی زل عبری داره کارشون میکنه، زل عربی هم که خدایی میدونی در سیستان بلوچستان داره کارشون میکنه، و مطمئن باشین همه اینا از طریق جریانات تجزیه طلب پان ترکیس دارن اینا رو مجهز میکنن، بهشون دارن سلاح میدن برای اینکه بتونن بخش آذربایجان ایرانو وارد یک سری بحرانهای گسترده کنن. باید هوشی، یعنی این اسلحه دست گرفتن بعد از 70 خورده ای سال، این باید نیروهای امنیتی ما رو کامل بیدار کنه، و باید بخشای نه تنها نیروهای امنیتی، باید بخشای فرهنگی کشور رو بیدار کنه. الان باید یه مقدار حساس‌تر باشیم به صحبت‌های قاضی پورها، باید حساس‌تر باشیم به صحبت‌های مسعود پزشکیان، یکیشون اصولگراست یکیشون اصلاح طلبه، گور پدر جفتشون. بازی سیاسی رو بذارید کنار، واقعا یه جمله‌ای که درسته اینه، اصولگرا اصلاح طلب دیگه تموم ماجرا، همه باید بریم به سمت ایرانگرایی، اصولگرا اصلاح طلب نریم، هر آنچه که منافع ملی میگه، اگر منافع ملی میگه مذاکره با آمریکا به سود منافع ملی است، برید مذاکره کنید، اگر میگه نه قلمها باید شکسته بشه، اصلا کسی نباید از مذاکره با آمریکا کنه. بنابراین اصولگرا اصلاح طلب دیگه تموم ماجرا، حالا دیگه منافع ملی مشخصه، به هر جور نگاه کنی مذاکره با آمریکا به ضرر ایرانه، هر جور نگاه کنی عدم گفتمان ملی که باعث رشد تجزیه طلبی میشه این به ضرر منافع ملی است، به هر شکلی که نگاه کنیم تمام افرادی که پیش زمینه پان ترکیسم دارن باید در اون کشور از کار بیکار بشن، بایستی محاکمه بشن، بایستی تحت پیگرد قرار بگیرن. دوست عزیز زنگ نزنید موقعی که برنامه اجرا میکنم، اجازه بدین دوستمونو بلاکش کنم، تفلکو تا اومد یه بلاکی هم کردی، و این خیلی قضیه مهمیه. شما نگاه کنید در صدا و سیما وقتی که قرار یک برنامه‌ای به نام ترک شو آغاز بشه، حالا من صداشو بذارم، آه اینجا صدا هم نداریم امروز، خب این من صداشو قطع کنم البته چون میترسم موزیک چیزش. شما نگاه کنید این برنامه ترک شو آقای بابک نهری، این کیست؟ چیکار داره میکنه؟ برنامهش چیه؟ میریم پیشینه، حالا البته مو هم کاشته چون کچل بوده، و میره این آدم و صحبتاشو رفتیم دنبال کردیم، یکی از اون پانترکای آنچنانیست. نگاه کنید در جواب این خانم چی میگه؟ گفتن ترک، الان بابام اینجا بود گفتم ما ترک نیستیم، ما آذریم. بابام نه آذری نیستیم ترکیم، اتفاقا برعکس میگم، ما آذری نیستیم ما ترکیم. ترکیه و آذربایجان یه منطقه است و ترکی یعنی ترک زبانه، یعنی زبان ترکی یه منطقه‌ای که اسمش آذربایجانه، یعنی ما ترکیم در حقیقت و ترک آذربایجانیم، آذربایجان ایران، آذربایجان ایران. بله. ای ترک زبانه در اصل، ترک بله زبان ترکی که ترک خیلی داریم، ترک ما ترکیه داریم خیلی، یعنی اگر بخواییم آره ما حتی ترک شیراز داریم. بله ولی ما آذری نیستیم، ترکیم. و خب این با استدلال این، چون زبان ترکی، چون حالا ترکی زبانه، این چون حالا زبانش ترکیست فکر میکنه نژادش هم ترکیست، با این استدلال کمیک نتیجه میگیری مردم شیلی، مردم ونزوئلا، مردم مکزیک، تمام آمریکای جنوبی، کولومبیا، چه میدونم کوبا، همه اینا اسپانیایی هن. همه اینا اسپانیایی هن دیگه، چون زبانشون اسپانیاییه پس حتما نژادشون و همه این چیزاشون هم اسپانیاییه دیگه، مهم نیستش آن سوی آبهای اقیانوس اطلس به دنیا آمدن، دیگه مهم نیست، اگر آن سوی اقیانوس اطلس به دنیا آمدن گویی این سوی اقیانوس اطلس به دنیا آمدن، چون زبانشان اسپانیاییست. و با همچین جریاناتی هم ما شدیم 80 میلیون و همچین آدمی میتونه در ایران راست راست راه بره، در صدا و سیما باشه، برنامه اجرا کنه،
برای که سوراخ دعا رو پیدا کردن و افرادی چون من باید در غربت باشیم. چرا؟ چون این کسانی که میخوان موجودیت ایران از بین ببرن یاد گرفتن. قاضی پور رو دیدی یاد گرفته بود؟ مقام معظم رهبری فلان، ما کوچیک حضرت علی هستیم، کوچیک ما در مکتب امام حسین بزرگ شدیم. چهار تا از این حرفای مذهبی همه رو اون وقت میان به خیال خودشون، چیزی که در ذات خودشون هستن فکر میکنن دیگران رو تونستن انجام بدن و ملت رو فریب بدن و اینا. به خاطر چی؟ به خاطر که با چهار تا حرفای سطحی مذهبی دارن به کلیت این وطن، به کلیت این سرزمین، به کلیت امنیت این کشور ضربه میزنن. چرا یه همچین آدمی به نام بابک نهرین که حالا مو هم کاشته اینا، خدا میدونه پول از کجا آورده که تونسته مو بکاره، والا تا دیروز تو کچل بودی، بالاخره مو کاشتن پول میخواد دیگه، این چی شد یه دفعه تو مو کاشتی یه دفعه میخوای برنامه ترک شو اجرا کنی و اجازه بهش میدن در صدا و سیما برنامه ترک شو؟ حالا این هرسا رو ما میخوریم. تهش دیگه یکی از این عزیزان که دیگه خیلی چیز بود میگه آقا دعوا بین پان ایرانیستا و پان ترکاست، دمت گرم، تازه با سواد جریان مذهبیه، که یه بار این جمله رو گفت من خیلی ناراحت شده بودم، یعنی چی دعوای بین پان ایرانیستا و پان ترکه؟ آقا امنیتت داره از بین میبره، در تمام خطرات دارید میبینی الان دست به اسلحه بردن برای 70 خورده سال. جریانات پان ترکیس و افرادی چون این بابک نهرین، من تعجب میکنم این جاش تو زندان باید باشه به خاطر این حرفاش، نه تو صدا و سیما. برنامه بهش دادید؟ اگر این بابک نهرین همین جملاتو به زبان سوئدی در مورد بحثای بخشای اسکاندیناوی صحبت میکرد، اگر بابک نهرین یک فردی بود که در قسمتی در سوئد به نام اسکونه به دنیا میومد، در لایف مثلا یکی میومد به سوئدی میگفتش که ما مثلا اسکونیایی هستیم، سوئدی نیستیم، به خاطر همین جملهش ایشونو پدرشو در میارن، ولی به اینکه بابا فیسبوکاشونو بستن. کجای کارید؟ فیسبوک های جریانات تجزیه طلبی سوئد حتی اینا اجازه داشتن فیسبوک ندارن، اجازه داشتن یوتیوب ندارن، همه رو بستن. یعنی دولت سوئد رفته درخواست کرده از کانال یوتیوب، از شرکت گوگل درخواست کرده که آقا تمام سایت ها اینا رو ببندید. به خاطر چی؟ چون اینا میگن آقا ما یه کشور دیگه ای هستیم به اسم اسکونه، در حالی که اسکونه در جنوب سوئد مال ماست و تحت تعقیب قرار میدن. یعنی قانون اساسی دموکرات ترین و سکولار ترین و آزاد ترین کشور کره زمین کجا؟ سوئده. یعنی شما وقتی رئیس جمهورای آمریکا با هم دیگه مناظره میکنن سوئد رو مثال میزنن، ما هم که 7 سال زندگی کردیم، چون زندگی در سوئد بسیار عالیه حاضر نشدیم بمونیم. خوش به حال اونایی که موندن، داده اونایی که موندن و تعریف میکنن ازش، حتما لیاقتشون سوئد، ما لیاقتمون سوئد نیست، نموندیم. شما برید نگاه کنید در سوئد میگه آقا شما آزادی بیان داری، ولی اگر حرفی بزنی که یک پارچگی و امنیت ملی رو خدشه‌دار کنه به صورت اتوماتیک وار، واژه اتوماتیک وار داره، به صورت اتوماتیک وار حق آزادی بیان شما محدود می‌شود و امکان دارد در صورت لزوم یا نیاز شما تحت پیگرد قانونی قرار بگیرید، قانون اساسی سوئد. اون وقت ما چیکار می‌کنیم؟ ما میهن پرستانی چون این امید دانا اینا که حالا 4 تا بحث مذهبی رو قبول ندارن تبعیدشون میکنیم در خارج از کشور، تو ایران اگه باشن به بهترین حالت بعد خفه بشن، و افرادی چون بابک نهرین رو بهش برنامه میدن تو صدا و سیما، برنامه بهش میدن، برنامه ترک شو اجرا کنه. البته صدها حرف دیگه زداد که نمیخوام مثال بزنم. وقتی نماینده مجلس ما پان ترکه، خیلی از افراد درون این حکومت پان ترکن، مجری صدا و سیماش پان ترکه، اون میخواید آقا دیگه این جریان پان ترکیس اعتماد به نفسش بالا نره که دست به اسلحه ببره بعد از 70 خورده سال؟ دست به اسلحه میبره دیگه، تعارف نداره که، میخواد آذربایجان رو جدا کنه، ناامنی در ایران جدا چیز کنه، ایجاد کنه. وقتی که سرویس های بیگانه هم میبینن که حکومت مرکزی توش نفوذ پیدا کردن جریان پان ترکیس و بی اهمیتی داره میکنه، تیم تراکتور سازی هر غلطی میخواد میکنن هوادارانش، پرچم ترکیه بالا میبرن، پرچم ایران آتیش میزنن، دیگه براتون بگم آب حوض میکشن، شعار خلیج عربی میدن، هر غلطی دیگه دلشون خواستن هواداران تراکتور هر جای دنیا باشه
تیم تراکتور سازی به هزاران دلیل باید محروم یا منحل بشه. شما ببین بارسلون رو چیکار کرد، از اسپانیایی که داستانا داره به خاطر همین بارسلون که میخواد جدا بشه، بارسلونا اومدن تمام شهرهای اسپانیا، من تمام تقریبا 12 13 شهر اسپانیا رفتم، فکم خورد زمین، تمام خونه ها 80% خونه ها در شب، به خصوص در مادرید، به خصوص در گرانادا، به خصوص در مالاگا، هر شهری میری آقا تماما پرچم اسپانیا رو همه از خونه آویزون کردن. به خاطر چی؟ چون میگن الان باید محکم وایسیم اسپانیا اسپانیا کنیم، وگرنه اینا پدر سوخته تو بارسلونا میخوان جداشن. اون وقت ما چیکار میکنیم؟ به اینا تریبون میدیم، فلان میدیم، پرچم ایران آتیش میزنن، تیمشون هم تازه تشویق میکنیم، تیم تراکتور سازی فلان میشه، حق غلطی هم دارن میکنن میبینیم. به هر حال جلو این جریان اگه گرفته نشه، خواهید دید که در آینده ما تونستیم بشار اسد رو نجات بدیم از حداقل 80 خورده کشور، حتی در برابر 120 کشور، ولی حالا در مرحله دومش 80 خورده کشور بیشتر مثلا خود جدی تر ورود پیدا کرده بودن. اجازه بدید این بنده خدا رو ما بلاکش کنیم عزیز دل، اجازه بدید قیافش هم آخه تفلک رضا باز و همه اینا رو چیکار کردن؟ اخراج کردن. یعنی شما مثلا دو سر میری اکانت درست میکنی با داتا دست داتا کلیک بلاکتون کنن، دلتون خوشه دیگه، و همین کارهای تروریسمتون بعد ادامه بدی در چارچوب منطق که حریف نیستید. و شما میبینید جریان پانتورکیسم اگر جلوشو نگیریم، به زندان اینا نکشن و طبق قوانین و موازین بین المللی زندانهای طویل المدت اینا نداشته باشن، گروهاشون منحل نشه. درسته ما بشار اسد تو سوریه نجات داریم در برابر 80 تا کشور، اما در درون خواهید دید چگونه ایران سقوط میکنه. یادتون باشه تمدنهای بزرگ در درجه اول از درون میپوسن، میخواد حتی هخامنشیان باشه یا ساسانیان. ساسانیان در درجه اول از به خاطر جنگای طولانی مثلا با روم یا به خاطر اون خوی وحشیگری مسلمانان واقعی عرب نبود که شکست خورد. در درجه اول در اواخر دوران ساسانیان به خاطر اشتباهات شاهنشاه خسرو پرویز و گرفتن دو زن مسیحی که داستانهای طولانی داره، ابتدا از درون حکومت و تمدن ساسانی فرو پاشید. جمهوری اسلامی یادش باشه نه آمریکا حریفشه نه هیچ کشور دیگه، نه تو منطقه، چون تو همه چیزا رو ما پیروزیم. دلخوش یه وقت نباشیم که آقا حزب الله فلان هشتال شعبی حوثی‌های یمن، از درون همین پانتورکا یه رفعه میبینی شما رو زمین میزن، چون مثل موریانه توتون نفوذ کردن. مگر اینکه اینها رو به قول و زنجیر بکشید، مگر اینکه اینها رو طبق قوانین بین المللی، طبق نرم‌های کشورهای به قول معروف جهان اول، برید ببینید آمریکا کشورهای اروپایی با این جریانات چه میکنن. من نمیگم تندتر برخورد کنید، همون کاری که دموکراسی در اروپا علیه تجزیه طلبا میکنه، همون کارو شما با جریان پانتورکیس بکنید دیگه. تو رو خود بشین تریبون ندید تو صدا و سیما باشن. بابک نهرین جاش باید چیز باشه، زندان باشه، نه صدا و سیما. به هر حال قربونتون برم، این بخش برنامه رو میبندم. خیلی هشدار و جدی بگیرید، اینا دست به اسلحه بردن مسئله اصلا شوخی برداری نیست. اسلحه برید پیشینه این جریان رو بخوید، اینا 70 خورده ای سال دست به اسلحه نبرده بودن. آخرین باری که دست به اسلحه بردن 10 ماه تونستن آذربایجان از ایران جدا کنن. خیلی خطرناکه. امیدوارم همه جدی بگیریم جریان پانتورکیسم رو، جدی بگیرید باش مبارزه کنید. اگر خودتون آذری هستید، خانوادتون آذریان، مثل من همسرتون آذریه، اصلا کوتا نیاد. یک پارچگی ایران از هر چیزی مهمتره. اول یک پارچگی ایران، دوم خدا، پیغمبر، دیگه مادر، هر چی میخوای بگی، اول از همه یک پارچگی ایران باید مهم باشه. اینو باید جا بندازید. یک پارچگی ایران، امنیت ایران، حفظ ایران، این اول از همه. از حالا بعدش خدا رو قبول داری یا نداری، کمونیستی، با خدایی، بی خدایی، به خودت مربوطه. مادرتو دوست داری، کمتر دوست داری، پدرتو بیشتر دوست داری، به خودت مربوطه. چپی راستی، به خودت مربوطه. اول از همه یک پارچگی ایران. یعنی سر این قضیه من همه با هر نوع دیدگاه، وقتی میگم خدا در درجه پایینه، چون یه عده بی خدام تو کشور دارن زندگی میکنن. جالب بهتون بگم، من داشتم خاطراتو بررسی میکردم، دیدم چند تا از اینایی که اصلا بی خدا جز شهدای جنگ تحمیلی هم. پس اول ایران مهمه. وقتی که ایران مهمه، شما نگاه کنید تو اسرائیل هم همین نگاهو جا انداخته، اسرائیل هم همین نگاهو جا انداخته و میاد در حقیقت چه میکنه؟ میاد در حقیقت
شما نگاه میکنی افراد صهیونیست اول از همه میگن آقا اسرائیل اینا یهودیت اینه، حتی دیندار هم نیستن، خدا هم میگه قبول ندارم ولی باید اسرائیل حفظ بشه، و از این نظره که فقط ایران میتونه جلوشون وایسه، چون میگن آهن آهن میبره، ما هم یک کشوری هستیم با مسائل بسیار خاص. بنابراین ایران رو در درجه اول باید قرار داد، مسائل بعدی دیگه میره تو رده های بعدی. به هر حال این بخش برنامه رو میبندم، همتون رو به حور و مزه ایران میسپارم، سپاسگزارم و همتون رو به خداوند میسپارم. پاینده ایران، بدرود.